ایو هست ساقی ادرکه و ناول ها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی سنف هفتم خوش آمدید میگم به شما دوستان و شاگردای عزیز به برنامه خودتان یعنی برنامه مکتب حادی با درس شیرین و دلچسب زبان و ادبیات دری در خدمت شما هستیم درس امروز ما دوستان در جلسه 23 است عنوان درس دکتر عبدالاحمد جاوید است در حوزه قواعد نگارشی با یک مفهوم جدید آشنا می تحت عنوان ویرگول یا همان کامه دوستان از این در فضای مجازی ما رو دنبال کنید آماده دریافت نظرات شما خوبان دلیر زبان هستید نمبر ارتباطی ما و شما 2964 780 255 40 13 است دوستان عزیز و گرامی به جلسه نو خوش آمدید شاگرد شاگردای عزیز قبل از اینکه درس جدید را آغاز بکنیم کار خانگی جلسه قبل را من باب یادآوری با هم مرور میکنیم در جلسه قبل گفتیم در زبان دری علامت نقطه در کجای جمله گذاشته میشود. شود درس هایی که دوستان با هم در چند جلسه ای که مرور خواهیم کرد و مرور کردیم در حوزه قواعد نگارشی و خاصه علائم نگارشی است که در حوزه دستور زبان در حوزه نگارش زبان بسیار بسیار کاربردی است یکی از علامت هایی که در جلسه قبل برای شما خوبان دری زبان بیان کردیم دوستان چی بود همین علامت نقطه بود گفتیم در زبان دری علامت نقطه در دو جا بسیار کاربرد دارد می در واقع این دو جا را با هم مرور کنیم خب ابتدا میگوییم دوستان علامت ما چی بود دوستان علامت نقطه بود علامت نقطه خب اولین جایی که علامت نقطه کاربرد دارد چی بود دوستان گفتیم هر جایی که جمله ندایی پرسشی و تعجبی نباشد هر زمانی که شاید عزیز هر زمانی که جمله شما از این سه و نباشد در انتهای جمله شما چه قرار میگیرد نقطه قرار میگیرد در پایان جمله پرسشی علامت سوالیه می آید در انتهای جمله تعجبی علامت تعجب می آید در انتهای جمله ندایی هم چه می آمد دوستان باز هم علامت تعجب در انتهایش ذکر می شود هر زمانی که این سجا این سجایی که اینجا برای شما ذکر کردیم ندایی پرسشی تعجبی نداشیم او زمان می توانیم در واقع از علامت نقطه استفاده بکنیم مثلا می گوییم چی؟ می گوییم به طور مثال احمد به مکتب رفت انتهایش چی می گذاریم دوستان؟ یک نقطه می گذاریم چرا چون جمله ای که ما بیان کردیم نه جمله ندایی است نه جمله پرسشی است و نه هم نشانه تعجب در انتهایش جای میگیره چرا چون جمله تعجبی نمی‌باشد. دوم موردی که در واقع میتواند علامت نقطه در انتهای او جمله باید کجا دوستان میگوییم برای برای مخفف کردن در داخل جمله گاهی وقتا کلماتی داریم که در داخل جمله علائم اختصاری است در واقع مخفف کلمات بسیار کلانتر و گسترده تری است که ما او جمله و او کلمه رو میمیم چیکار میکنیم تخفیف میدهیم مخفف میکنیم هر زمانی که مخفف کردیم در ما تخفیف او کلمه از علامت نقطه استفاده میکنیم به طور مثال میگوییم چی؟ میگوییم که امسال سال 1001 هجری شمسی باشه. نگاه کن شاید عزیز <applause> امسال سال 1402 هجری شمسی می باشد سال را بیان کردیم درسته؟ سال را بیان کردیم ولی بعدش چی گفتیم؟ گفتیم هجری شمسی هجری شمسی از تخفیف استفاده کردیم از مخفف به جایی که کلمه هجری را بگذاریم تنها و هی ابتدایش را گذاشتیم ه؟ به جای در واقع ذکر کردن سال خورشیدی یا شمسی حرف شین را گذاشتیم شه برای اینکه ای دو کلمه در هم پیوسته نشود بینش از علامت نقطه استفاده کردیم از علامت نقطه استفاده کردیم پس موارد کاربرد نقطه در داخل جمله ها دو گونه است یا زمانی است که جمله شما نه ندایی است نه پرسشی است نه سوالی است و یا هم زمانی که شما یک کلمه رو در داخل جمله مخفف کرده اید برای عدم اتصال او کلمات مخفف از علامت نقطه استفاده میکنید خب شایده عزیز بخش اول درس امروز را با هم شروع میکنیم درس امروز ما در مورد یک از شخصیت های سرشناس در حوزه زبان و ادبیات دری کشور عزیزمان افغانستان است این شخصیت برجسته کسی نیست جز دکتر عبدالاحمد جاوید ابتدا بیوگرافی و زندگی ایشان را با هم دیگر مرور میکنیم و سپس به آثار ایشان در حوزه ادب دری میپردازیم میگویند ایشان متولد ثور 1304 هجری شمسی در باغ علی مردان کابل است محل تولد ایشان در واقع پایتخت ولایت کابل میباشد که در سنه 1304 هجری شمسی متولد شده پدر میرزا میرزا عبدالسمد است یک شخصیتی است که بسیار بسیار در زمینه تحصیل در زمینه تعلیم و تربیت فرزند خود بسیار کوشاست و بسیار ممارست و تلاش می کند و سعی می کند فرزند خود را در حوزه تعلیم و تربیت به یک مدارج عالیه ارتقا دهد اشان را در واقع دکتر عبدالاحمد جاوید را می به عنوان نویسنده و دانشمند سرشناس افغانستان یاد بکنیم که بسیار از مدالهای بسیار بسیار مهم در حوزه ادبیات دری را در کشور عزیزمان افغانستان ایشان درو کرده و از جایگاه و موقعیت خاصی برخوردار میباشم و متاسفانه در ولایت لندن در کشور انگلستان در سن 75 سالگی از دنیا می روند و بعد پیکر ایشان را به کابل منتقل کرده و امروزه در شهدای صالحین کابل در واقع مرقد ایشان مورد توجه بسیاری از ادب دوستان قرار گرفته که سال, سال وفات ایشان نیز سال 1381 هجری شمسی می باشد. خب یک مقداری در مورد زندگی نامه خود دکتر عبدالاحمد جاوید دوستان بیشتر معلومات بدیم تا با شخصیت بیشتر آشنا شویم دوره مکتب و دوره لیسه خود را دکتر عبدالاحمد جاوید در ولایت کابل سپری میکند به طوری که در لیسه حبیبیه در سال 1324 هجری شمسی از این مکتب فارغ تحصیل میشود و برای ادامه تحصیل به کشور همسایه غربیمان یعنی کشور دوست و عزیز ایران مهاجرت میکند و در واقع دوره لیسانس خود را در دانشگاه تهران دانشگاهی که در واقع در پایتخت کشور ایران قرار موقعیت دارد شروع میکند و مدرک لیسانس خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی یا ادبیات دری خودمان دوستان در سال 1329 هجری شمسی عکس می نمایند دوره در واقع ماستری خود را در همین دانشگاه سپری می کند و دوره دکترای خود را نیز در همین دانشگاه تهران سپری می کند و به اخص در واقع دکترای رشته زبان و ادبیات دری از این دانشگاه نایل می گردند. دکتر عبدالاحمد جاوید بعد از اینکه دوره تحصیل خود را در کشور ایران در واقع سپری می کند فارغ می شود برمیگردد به کشور خش در واقع افغانستان عزیز و در مناسب بسیار مختلف متنوع و متفاوتی ایفای نقش می کند به طوری که بعد از برگشت به کشاد در ابتدا در نقش استاد دانشگاه کابل در رشته زبان و ادبیات دری مشغول به تدریس میشد. در ضمن که استاد دانشگاه کابل می باشد مدتی برای تدریس به دانشگاه تاشکند دعوت میگردد. می تاشکند پایتخت کشور ازبکستان است. مدتی در این دانشگاه به عنوان استاد مشغول به تدریس میشد. رئیس انتخابیه دانشگاه کابل است که بعد از چندی ایشان ریاست دانشگاه کابل را بر میگیرد و در ضمن این مشاغل عضو آکادمی علمی افغانستان یا عضو آکادمی علوم افغانستان نیست نشود از دیگر حوزه هایی که ایشان نقش مهمی در او داشتن دوستان ای بود که تعلیف کتاب های درسی که امروز در, در وزارت معارف افغانستان مورد توجه بسیاری از ادب دوستان قرار میگیره یکی از معلفین یکی از کسانی که در این حوزه دستی بر آتش داشته و قلم انبرین شمامه به دست گرفته و بسیاری از دروسی که در واقع امروزه در حوزه ادبیات دری که ما مطالعه میکنیم اثر دست استاد بلا است زمانی که جنگ های داخلی در داخل افغانستان شروع می شود و بسیاری از در واقع آثار سو و پیامدهای ناگواری که در بخش های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی میگذارد باعث می شود که بسیاری از نخبهها در واقع چهره های شناخته شده و سرشناس کشور از کشور مهاجرت کند و تبعید از همین امر دکتر عبدالاحمد جاوید نیز از کشور مهاجرت میکند و ابتدا به کشور هند می رود مدت در آنجا اقامت کرده و سپس به کشور انگلستان رفته و در شهر لندن ساکن می شود تعلیف کتاب های علمی و تحقیقی یکی دیگر از خدماتی است که دکتر احمد جاوید انجام میدهد دکتر احمد جاوید در شهر لندن که مشغول در واقع به کارهای علمی می باشد در حوزه های مختلف فرهنگی خاصه فرهنگ زبان و ادبیات دری در واقع فعالیت بسیار گسترده ای انجام می دهد. به طوری که یک آکادمی در لندن تأسیس می کند یک نهاد علمی که تحت عنوان آکادمی افغان است بسیاری از افرادی که در حوزه ادبیات دری در واقع دلسوز هستن در واقع به عنوان کسانی هستن که سعی میکنن در این زمینه فعالیت کنند نام و یاد زبان و ادبیات دری را پاس بدارن به دور خود جمع کند و یک نهاد علمی را تأسیس کند و بسیاری تعلیفات و کارهای ماندگاری در ای آکادمی انجام میدهد در کنار اینکه که در واقع فعالیت های رسمی دارد و غیر رسمی دارد دکتر عبدالاحمد جاوید در بسیاری از سمینارها، جشنوارها، کنفرانسهای علمی شرکت میکند و نقش بسیار سازندهی در ارتقا و نشر زبان و ادبیات دری دارد. خب دکتر عبدالاحمد جاوید آثار بسیار زیادی در حوزه ادبیات زبان دری دارد که دوستان ما در اینجا فقط چند مورد از آثار اشان را نام ببریم. کتاب اول که در واقع یک کتاب بسیار مشهوری از ایشان می باشد کتاب اوساس کتاب اوسا در واقع آشنایی با زبان و ادبیات دری آشنایی با آداب و رسوم و سبک و شیوه زندگی مردم افغانستان را نشان می دهد. نوروز خوش آین مطلبی که امروزه در واقع در ای درس در این بخش از کتابتان که شما مطالع میکنید قرائت میکنید بخشی از کتاب نوروز خوشاین است در ادامه رایحه صلح در فرهنگ ما و مدارا و مروت در فرهنگ فارسی دری از دیگر آثار این شخصیت برجسته باشد خب شاگردای عزیز وارد بخش دوم میشویم در حوزه قواعد نگارشی قاعده نگارشی جلسه قبل ما در مورد علامت نقطه بود موارد کاربردش رو در این جلسه در ابتدای جلسه خطاب شما بیان کردیم و وارد یک قاعده دیگر میشویم یک مفهوم دیگر را در حوزه قاعده نگارشی بررسی میکنیم تحت عنوان کامه یا ویرگول که در واقع علامتش رو دوستان در اینجا مشاهده میکنید که این علامت یک از علامت های بسیار پرکاربرد در حوزه قواعد نگارشی است و موارد کاربرد بسیار فراوانی دارد که در ادامه درس میخواهیم با این علامت نگارشی بیشتر آشنا شویم کامل نشانه مکس کوتاه در جمله است پس نگاه کنید شاگرد عزیز هر زمانی که در داخل جمله ما به یک کامل رسیدیم چیکار میکنیم کمی مکس میکنیم کمی توقف میکنیم و سعی میکنیم سخن نگوییم و کلام در او لحظه چیکار شود دوستان در او لحظه در واقع ثابت و ساکن شود و بیان نشود و نشان میدهد که اجزای دو طرف آن با هم پیوند دارد خب پس کاما وقتی می آید بین اجزای مختلف می آید ولی این اجزا یک اجزای به ارتباط نیست بلکه از نظر معنایی، از نظر ساختاری، از نظر محتوایی با همدیگر در ارتباط است این نشانه کاربردهای فراوانی دارد از این رو آشنایی با کاربردهای آن باعث می آن را درست به کار ببریم خب حالی می دوستان موارد کاربرد را با همدیگر مرور بکنیم برای مکس کوتاه در خواندن عبارت یا جمله از نظر تغییر صود یا تصریح مفهوم به کار می که برایتان بیان شد گفتیم که هر زمانی که به کامر رسیدیم به ویرگول رسیدیم سعی میکنیم یک مکس کوتاه در او عبارت در او مطلب داشته باشیم یا در واقع چیکار کنیم یا صوت خود را لحن خود را تغییر دهیم هرگاه چند کلمه کنار هم بیاید باید با واو عطف به هم پیوند پیدا کنند برای عطف بیشتر از دو کلمه یا جمله بجای جای واو از کامه استفاده می شود. پس نگاه کنید هر زمانی که ما چندین کلمه داشتیم که در داخل یک جمله در کنار همدیگر قرار موقعیت داشتن ما در انتهای او, او کلماتی که در دیگر پیوستند از علامت واو که در واقع حرف رفت است استفاده میکنید کلمات ابتدایی او جمله که با یکدیگر در ارتباط هستند از علامت کامه یا ویرگول استفاده می نماییم به طور مثال نگاه کنید دوستان نگارش غیر هنرمندانه بی تأثیر یک نواخت دلگیر و ناپسند است نگاه کنید ما یک کامه اینجی داریم یک کامه اینجا داریم پس دو کامه داریم بین چه کلماتی؟ بی تأثیر یک نواخت دلگیر در واقع او کلماتی هستن که و ناپسند البته کلماتی هستن که از یک شکل و ساختار خاصی برای توضیح بیشتر یک مفهومی در داخل جمله استفاده شده چون چندین کلمه هست ما از علامت کامل یا ویرگول نگاه کن دوستان استفاده کردیم و برای آخرین کلمات دو کلمه آخر ما بینش از واو چی استفاده کردیم؟ واو عطف استفاده کردیم یک مورد کاربرد مورد بعدی دوستان قبل از جمله ها و عبارت های مشروع هر زمانی که شما یک کلمه داشتید خواستید او کلمه رو شرح دهید توصیف کنید تشریح بکنید از علامت کامه استفاده میکنید ابو مسلم خراسانی مردی دلیر و وطن دوست بود ابو مسلم خراسانی نگاه کنید کامر رو گذاشتیم حالی میخوام توضیح بدیم ابو مسلم خراسانی کیست توضیحش مردی دلیر و وطن دوست است خب مورد بعدی بعد از بله و خیر و موارد از این قبیل در جمله هایی که با بله و خیر و غیره آغاز می شود به طور مثال میگم چی بلی من اشعار او را خواندم بلی وقتی میگویید بعدش کامه می آید بعدش مطلب بعدی که می بیان کنید خیر من فردا به مدرسه نخواهم رفت این هم میشه در واقع بعد از خیر شما یک علامت کامه رو میگذارید و جمله رو ادامه میدهید مورد بعدی دوستان بعد از مناداست میدانی که یک از واجه هایی که در حوزه زبان دری داریم مناداست یک حرفی داریم به عنوان حرف ندا کلمه ای که بعد از حرف ندا می آید یا به اعتبار درست سر اسمی که بعد از حرف ندا می آید تحت عنوان منادا یاد می شود بعد از منادا هم ما از کامه یا ویرگول استفاده می کنیم. دوست عزیزم از دیدنت بسیار خوشحال شدم دوست عزیزم نگاه کنید وقتی میخواد بگویید در واقع یک منادا است میگه ای خدا ویرگول ای خدا عبدالله عمر بکاست ولی عذر نخواست یعنی جمله ندایی است که بعد از ای خدا شما یک ویرگول میتوانید بگذارید پس از آوردن صفتهای های متعدد برای یک موصوف گفتیم که در حوزه ترکیباتی که در داخل زبان دری داریم دوستان ما دو نوع ترکیب داریم یا ترکیب ما ترکیب وصفی است یا ترکیب ترکیب اضافی است اگر دو اسم در کنار هم دیگر بیاید میشود ترکیب اضافی یعنی چی یعنی مضاف مضاف الیه اگر یک اسم به علاوه یک صفت شود این ترکیب ترکیب وصفی اسم اول را میگوییم موصوف و او ویژگی که در مورد موضوع توضیح داده میشه تحت عنوان صفت از او یاد میکنیم مانند این جمله که برای شما آورده چه میگوید رابعه بلخی زنی شاعر خوش ذوق اهل هنر و عارف بود نگاه کنید دوستان ویژگی ها و صفت های رابعه بلخی این شاعر مشهور قرن پنجم هجری قمری رو اینگونه بیان میکند که زنی است که از ویژگی های زن چیه از صفات زن چیه یک شاعر بودن بعدش ویرگول میگذاریم خوش بودن ویرگول دارد اهل هنر و عارف گفتیم که ما بین دو صفت آخری که در انتهای جمله می آید دیگر ما ویرگول نمیگذاریم ما بین او دو صفت آخر همیشه یک واوی می آید تحت عنوان واو عاطفه خب کار خانگی جلسه آینده شما دوستان میگوید که در زبان دری علامت کامه چه کاربرد هایی دارد کاربرد های فراوانی در این جلسه برای شما ذکر شد دو یا سه مورد از کاربردهای های کامه را برای ما بیان کنید در قالب جمله مثال بزنید خب شاگردای عزیز شاگردای عزیز سنف هفتم به پایان جلسه امروز رسیدیم خسته نباشید مانده نباشید امیدوارم که درس امروز ما مورد قبول نظر شما قرار گرفته باشد تا جلسه بعد شما خوبان دری زبان را به الله پاک می خداوند یارو و نگهدارتان